سلام و خسته نباشید خدمت شما بیننده های عزیز. بازم یک بار دیگر خوش آمدید به برنامه توتی بس. ما سمیر رسولی در خدمتتان با یکی از مهمان های بسیار عزیز و ویژه از دنیای موسیقی، کسی که کمتر در رسانه ها ظاهر میشه، کمتر صحبت میکنه، اما دوست و رفیق و یار بسیار زیاد دارد. یک زمان اینا از دنیای موسیقی ودا کردن، مدت 10 سال یا بیشتر از او را نخواستن که موسیقی بنوازن و یا با علاقمندهای خود بخوانن. ای که چرا اینا در موسیقی نبودن، چی باعث شده بوده که از موسیقی دوری بکنن و بعض مسائل دیگر در مورد زندگی و کارکردهای هنریشان، امروز با اونا صحبتهای می داشته باشیم. آرزو دارم که تا آخرین لحظات برنامه همراه ما باشین. مطمئن هستم که هنرمند از همتان دوست دارید، با آواز کارکردهایش آشنا هستین، آواز بخصوص خود را داره، کسی که هنرمند است که همواره آهنگای کسی را میخوانه که شما او را بیشتر دوست دارین. یکی کی هسته؟ بیاین که با خودشان آشنا شیم. آقا صاحب سید عمر عزیز. آقا صاحب بسیار تشکر، خوش آمدین با استودیو، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، لطف کردین. تشکر. چطور هستین؟ الحمدلله، الحمدلله. گفتی امریکای هنگن این در فضل خدا مگذره. شکر خدا است که شما را بازم دوباره میبینیم. ما در آغاز برنامه بر بیننده ها گفتم که شما کمتر ظاهر میشین در رسانه ها، کمتر گرف میزنین، کمتر روی مسائل موسیقی در مطبوعات و یایی که در منظر عام صحبت میکنین. چرا همینطور گوشنشین هستین شما؟ والا همین جنجال های زندگی امریکا همینطور. کسای دیگه هم مصروف هستن، یعنی مصروفیت نمیتونه که باعث شما. از من دیگه متاسفانه اونطور یک آدم بسیاری وقتا رفیقا اینا این پرسان میگم شما برین کارهایش خلاص کنین، مرا بگوین که بیایم بخوانم براتون. دیگه زیاد پشت از کارهای خرد و ریزیش نمیتونم بگردم، قدر زیاد چی میگم پابلیسیتیش یا برای ما که بتونم تبلیغ بکنین مثلا در فیسبوک. بله، دوستا و آشنا زیاد است، مسیجایشون میاد تا روزها هفته ها میمونه که نمیتونم ریسپاند کنم. مصروف زیادتر مصروف افکار و چیزای قصای خود هستم زیاد، از اون خاطر نمیمونه برم زیاد وقت که امرای پابلیک. پس این سرنوشت علاقمندایتان چطور میشه؟ کسایی که میخواین از شما بشنون که کجا هستین، مصروف چی هستین، باید همواره باید با تماس باشین، میگن که مو اگر روابط نباشه آشنایی نیست. راست میگن. نه، کوشش میکنم که از این باید اصلاست یک ذره چیز شد. ولی بس برای من چون باید از این قدر سالا دیر پس آمدیم و دفعه اول است که تر یک چیز مقابل میشم که دهی باید خواندن نو باشه، همراه مردم باید تماس باشم. کل از این قصه یک چیز نو است برای من. ایره شما خبر دارین که در سراسر از جهان کسایی که به زبان فارسی البته آهنگا را بلد هستن، به زبان پشتو، نه تنها افغانا، تاجیکا و کسای دیگه مثل ایرانیا علاقمندای فراوان را دارین. اینا اگر از شما نشنوند، با مو آهنگای گذشته تا همیشه یادای خود تازه میکنن، ما فکر میکنم که جفا نیست در حقشان. والا تا یک اندازه است، خوب چیز کوتاهی خودم است دیگه، یک کمکی باید سرش کار کنم، یک ذره وقت خدا. خب انشاءالله، خب آقا صاحب خدا شکر که همین که قبول میکنین که بناوی مثلا میخواین که رویش کار بکنین و بیشتر بر هموطنهای عزیز ظاهر شین و صحبت بکنین. خوش آمدین یک بار دیگر پس دوباره به دنیای موسیقی. یک مدت را شما بیرون از کارهای هنری خواستین که زندگی را سپری بکنین، چی باعث شده بوده؟ در کل کوتاه اگر رویش صحبت بکنین، هدف چی بوده؟ آیا با مو افکاری که شما ضرورت داشتین رسیدین؟ با کدام شکل خواستین که دوری بکنین؟ خب اصلا بعد از این کمی قصه شد و یک تعداد مطالعات و جستجوهای خودم بوده که بعد از این باز فهمیدم که اصل گپ چی است. اصل گپ اینطور است که خداوند چه خوبی است، بگمانم از مولاناست، یک بیتش است، میگه رشته در گردنم افکنده دوست، میکشاند هر سو خاطر خواهی است. بگم اگه غلط نکنم تیک شکل است. انسان خوف اکثرا مردم عوام کلی فکر میکنیم که اختیار انسان به دست خود آدم است. بله، داله که اوتور نیست. مو یک بیت یک غزل مولانا است همیشه میخوانم، میگه اینجا کسی است پنهان، دامان من گرفته، خود را سپس کشیده، پیشان من گرفته. پیشان بگمانم قیصر میگن، اما اختیار چیزه خود اگر به دست خداوند جل جلاله، یک دفعه سونی یک دفعه سونی آدم میبره، لیکن یک تجربه بسیار فوق العاده و یک چیز، یعنی زندگی مرا تغییر داد، زندگی درونی مرا.
روحی مرا و اینا را تغییر داد و بسیار چیزها را یاد گرفتم که اکثر مردم از او غافل هستند. از او خاطر یک کمک گوشنشینی کار داشت که بتان آدم درونش عمیق بره. آیا پس دوباره به او فصل زندگیتان برخواد گشتین؟ او امرایم هست. او یک چیزی شد که در درونم امون قصه و کلمی معلومات یا خبری که از خداوند جل جلاله برای ما و شما هست و اونا بی اخر تفکر و چیز کار داره پشت چه مثلا یک آیت قرآن کریم میخوانی یک هفته، دو هفته، سه هفته با وقتهای مختلف در یادت میاد یک سال، دو سال سر از او چیز میشه تا که گفته مولانا هضم شود. باز وقتی که آدم در اصل حقیقت میرسه میفهمه که نه، باز بعد از اون میرین به قدم دیگهش مثلا از یه آیت تر میشین در دیگه آیت یا اون موضوع یا مسئله که برای آدم پیدا میشه. یعنی به نظر من هر انسان ضرورت داره ایره، بیخی مطلق ضرورت داره که گپای را خدا جل جلاله برای ما شما گفته او را آدم بخونه و تحلیل کنه، هضم کنه و در زندگی خود در کار ببره. خب بعضی وقتا هم موسیقی و اینا یک کمک کته اگر آدم بخوای عمیق داخلش شوه بسیاری چیزا اضافی میشه بر آدم، شکل چیز میشه کته درون و کته خیال و کته حالت روحانی خود کته خدا انجل جو آدم زیادتر خوش میباشه. بله بله. پس چطور باز خواستین آقا صاحب که دوباره رو به موسیقی بیارین و پس یعنی فکرتان به نوع پس چطور تغییر بکرد از یک جهت به جهت دیگر؟ این هم بیام اون تو که پیشتر گفتم به دست خودم نیست، از من یک دوستم است در کالیفرنیا که من که تکلیف در شکر و جنجال صحی برش پیدا شد و فکر کرد که شاید آخرای عمرش باشه و بسیار از بازی های فوتبال ما در نوک امریکا آمده بودیم. بازی برای من زنگ زد که عمر والا این طور اوضای من خراب است، یک دفعه بیا دیدنم. دیدن از یادم رفتم، سبایش پرواز دارم، بچه خالش زنگ میزنه کشت باشه که سرت برای ترتیب ساز گرفتن، یعنی یک شب ساز موسیقی میشه. اوکی، هارمونی خود گرفتم و رفتم. خب گفتم مریض است برش بیزو میخوانم. خب این کلان یک میمانی بوده. بله. یک میمانی و دو میمانی و سه میمانی، دو هفته که در کالیفرنیا بودم تقریبا پنج شب اتر به شبهای مختلف برنامه داشت. این زمین جه شروع شد. هیچ پس که آمدم و زنگا و مردم و همی استقبال و همی پیش آمد مردم و تقاضای دوستا و آشنا و اینا زیاد شد دیگه. باز پس دعوت کردن و باز رفتم و باز کنسرت گرفتن اینا. این همینطور شروع شد بدون چیز خودم. بدون تصمیم پیش از پیش. از من خاطر یکم یک گلون موگار کردم چون من سالای لا داده بودم سازه. وقتی که دو سه چهار شب پشت تا پشت خواندم یکم یک آواز موگار شد. دیگه خدا کنه خوب شوه انشالله. انشاءالله که بخیر صحت خوب داشته باشین و مردم واقعا تشنه آواز شما کارکرده هنری شما بود. ای که پس دوباره برگشتین کار نیک را کردین، خوش آمدین، با امید موفقیت و کامیابی های بیشتر زنده باشید. میایم در مورد پیش از این جنجال های روزگار امریکا و مسائل که یک فصل زندگی متفاوتتر را تجربه کردین، روزای خوب افغانستان هستان بپرسیم. ما زمانی از کسایی که در او وقت مثلا بیشتر شما را میشنیدن از اونا میشنم که وقتی که شما موسیقی را شروع کردین یک دو آهنگ را به طریق رادیو و یا تلویزیون وقت شما مثلا و نشر را سپردین، همه اگه میگفتن که احمد ظاهر دوباره زنده شده و یا ای که احمد ظاهر دوم آمده. این شما خودتان چیز را تجربه کردین در او وقتی سرصدا را شنیدین و یا با همچو الفاظ برخورد تعال داشتین؟ خب زیادترش مثبت بوده، بعضی وقتا بعضی کسا بسیار مثلا از 90% مثبت 10% منفی که کافی خواندن احمد ظاهر. اما راستی هم در اون وقت مرگ از او برای افغانستان یک کلان یک جنجال بود دیگه، یک صدمه بود. و من اصلا وقتی که شروع کرده بودم خواندن است بگمانم صنف ده بودم، اینطور خواندن هر کس میخواندم، مثلا از زلاند، از احمد ولی، از چون از استاد سرانگ، یکان خواندن های سادهش که برای ما آسان تر بود. اینا سر از اینکه تو درسی موسیقی نگرفتیم متاسفانه. یکی از خیشهای ما و من پیش روی هیچ کس نمیخواندم، میشرمیدم. بله. پیش خود چیز میکردم، تو هارمونیوم اینا میزدم پیش روی دیگرها اینا، مثلا در مکتب اکوردیون کار میکردم، لکن وقتی خواندن میرسید چون نو شروع کرده بودم پیش روی کس نمیخوام. یکی از این خیشهای ما از هرات آمده بود اینا، ای که در اتاقم دفتن در آمد، در بیسمنت اتاق داشتم همراه اکوردیون پرکتیس میکردم میخواندم، ای در آمد
کدام خواندن احمد زاهر فرمایش داد گفت ایره میتونی ایره که خواندم یک دفعه چیخ زد وی گفت صدای چقدر به احمد زاهر میمانه و هر تقریبا یک و نیم ماهی کی بود هر روز یا هر یک روز بعد می آمد و فقط خواندن احمد زاهر برای ما فرمایش میداد امی یادم میاد که اینمی باعث شد که آه اوکی امی علاقه زیادم و صدای به احمد زاهر میمانه احمد زاهر ماشاءالله یک آدم نام خدا دوست داشتنی کل مردم امی باعث شد که کمک طرف خواندن احمد زاهر داخل شد باز هر جایی که دیگه خواندن اینا رو باز میدونیم که فرمایش احمد زاهر میاد احمد زاهر بیشتر میبوده پس موسیقی رو شما آماتور و یا به شکل شوقی آغاز کردین هابی یا به حساب ساتیری یا و تا حالا استاد از خود نداریم اتور استاد موسیقی نه غیر از اینکه اتور خودم مثلا از کسایی که میشنوی پیش از خود آدم مثلا از احمد زاهر از احمد ولی از رفی از سرانگ از اینا به یک حساب غیر مستقیم استاد آدم میشن اتور به چیز خود به چی میگن به کوشش خود یا شنیدن خود این قصه رو یاد گرفتیم من متاسفانه برای جوانا و برای کسایی که میخواهند ای را روان شند یعنی توصیه من ایست که موسیقی به شکل اصولیش یاد بگیرن اگر جدی اگر نیک بر رقم ماوری بر ساتیری و بر have a good time به حساب انگلیسی اوتور چیز میکنن ها اوتور میشه اما در غیر از ساز اگر برای ما بگوین که دکتری آسان تر است یا ساز موسیقی ما برتون میگم دکتری آسان است ما میتونم امیال دکتر شوم اگه کوشش کنم اما موسیقی اما یک مهارت باید یک استعداد در وجودتان باشه که هنرمند شد بسیار سخت یک بسیار مشکل مسلک است بله بله و زحمت کار در اون زمان با مرحوم احمد زاهر شما گاهی هم دیدار داشتین از نزدیک دیدین یک دو سه دفعه بچه مامایش عبدالله بله رفیقم بود یک دو سه دفعه دان خانه از اونا دیدم سلام علیک کردیم دست دادیم اما او زمان نمی خواندین شما درست؟ می خواندم بیخی پرایوت دیگه وقت فکر می کنم شاید در مکتب او وقت اکوردیون می زدم یادم نیست که می خواندم اما اکوردیون می زدم برای یک سال دو سال کت گروپ موسیقی مکتب استقلال دو سه دفعه اوتور دان خانه از او دیدم با کنسرت های شیناش چندین دفعه رفتیم شاید پنج شش کنسرتش رفته باشم بسیار خاطره خوب و خدا ببخشش شوی که فوت شد سبایش سالگریش بود از ما یک رفیقم از خودش از مکتب امونی بودم هم سن سال ما تبله میزه یعنی در سن سال خود از بچه های مکتب فکر میکنم در کل افغانستان یکی از بچه های بود که بهترین تبله را میزد همین خواندن باده ها خالیست رادیو را که ثبت کردیم و تبلهش هم رسول میازوی ای دیگه هم رفیق و شو روز ما بود و ای را آمازای جان کدام مجلس برابر شده بود بل. یکی از دوستاش بود همسایی از این آدم بود وقتی که آمده بود که ساز کنن موسیقی اینا رسول خواسته بودن باز ای که همراهش تبله زید بسیار خوش آمده بود خواهم سن سال بچه 17-18 ساله باز ای را یک دو سه دفعه کت خود برد خوب که صبحش می آمد برای من اول می داد که این دیشب کت آمازای جان بود ما ای را سر جغال مغال کنم بچه خود تو میری مرا هم یک صدا بزن آخ گفت مه پشت خانه تک تک میزنه بابی می اجازه می خواهیم مرا می برکت کن تو تلفن هم نداری من چطور تو رو اول بتون باز گفتم خیلی برش بگو برش گفته بود باز گفته بود که این یک رفیق مست خاندنهای تا می خانه و خوش داره بچی باشتی داده سیت رو تورد بسیار خوش هم شده بود گفت این خیلی شو جمعه سالگیری مست بخیر بیاین دیگه در سالگیری من و ما همون شو پنجشنبه که خدا بخش فوت شد ام رسول خواستم گفت بیا خواندنای خودش پیش روش نمیخوانیم یک خواندن یا زلاندی از آمد ولی یک چند خواندن دیگر که وقتی خواهش کرد بخوانم برش میخوانم که یک دفعه خورم در آمد که احمد زاهر خود مرد ما فکر کنم مسخرگری میکنه برای اینکه ما دو هفته است که برای کل فامیل گفتیم دیگه ایا جانی سو بیزار سر شوق هستم که احمد زاهر جان خودش مرا میمان کرده دیگه وقتی که گفت بیا حالا میرم رادیو رو میشنم که راستی احمد زاهر اعلان میکنه که فوت شد دیستی که ما و رسولم تو گریان کده رفتیم طرف خانیش یک حال بود دیگه در خانیش داخل شدن هم میشد بودیم و باز پولیس ها و جنجال اینا بود باز پس خانه آمدیم دیگه اینه طور قصه احمد زاهر خدا باشه اینه طور قصه باز بعد از که این فوت شد و خاندنهایش اینا از طریق مکتب و رادیو تلویزیون اینا کمک بیشتر علاقم شاید شما گرفته باشین که بتانین مثلا آنگاهش و پیش فضل احمد جان وقتی که رفتم فضل احمد نینواز بله خدا هم ببخششه
استادم بود، یعنی پیشتر که گفتم از پیش خود، اما متاسفانه سه ماه پیش شاگردی کردم. شاگردی هم اینطور بود که مثلا دو کمپوز برام داده بود و مو کمپوز امرا این پرکتیس میکرد، اینطور که درس موسیقی برام داده باشه. خدا بخش فضل احمد جان نینواز درس موسیقی برام نداد، مثل که میشین آدم ساری گاما بدن ایسا همی اصول موسیقی الف بی پی تیسه موسیقی رو کادم یاد اوتور یاد حداقل اگر آنمای خوب بوده برتم فضل احمد جان. واقعا قصه دلیل که یاد کردم می بود که فضل احمد جان بسیار هیجانی شده بود، گفت سید عمر بچم اینه بخیر دیگه، بعد دیگه شروع بهار است، گفت اینه بخیر سال نو دیگه در اینترکانتیننتال دیگه کنسرتت است بخیر. بسیار بسیار به یک شوق و بسیار به یک چیز بود، اما متاسفانه دیگه اوضاع افغانستان چپه شده ایتر گدوات شده ما شما ماجر شده باز پس دوباره اینجا. بله، با آنگاه هم از ظاهر بیشتر در کنسرت ها شما مثلا ظاهر میشین، مردم هم فرمایش میتن، فکر نمیکنین امی محبوبیت و شهرت خودتانه مروم هم از ظاهر تحت تاثیر خود قرار داده؟ ابسولوتلی مطلقا. از این کاری که مثلا صورت گرفته در این سالیان زیاد شما آیا پشیمان نیستی؟ والا تا یک اندازه ها، تا یک اندازه نه، چون خودم وقتی که میرم سر استیج یکان وقت با یعنی خواندن اینا شروع میشه، اینطور شمخی خودم سر خواندنش برای شخص خودم از شعرش، استایل خواندنش. اما کارهای خودتان تأثیر خود گرفته درست؟ آله نو نو میخواییم که کمک خود از او جدا بسنم در کنسرت ها و اینا عموما نمیتانم، یعنی خواندن و قدر کافی از ایسونسون کافی این دی یا بعضی خواندن های خودم اینطور چیزهایی هست که میتونم یک کنسرت مکمل بدون از اینکه هیچ خواندن احمدزایی رو بخوانم پیش ببرم. اما متاسفانه همیه تمام فرمایش هایی که میه به خاطر چیز از اون خواندن احمدزایی فرمایش میه ای برم خود دیگه ببینم چه وقت میگیره. استاد اساس رویش کار کرد رایستین که بتانین خواندن نو نو کادم چیز کنه روی صحنه بیاره میشه انشالله. نه نه واقعا آواز شما و متوره که اجرا میکنین یا باز آهنگ را که شما مثلا از مروم هم از ظاهر اجرا میکنین، خودتان هم بالای از این کار میکنین که چقدر بتوانین به شکل خود اجرایش بکنین نسبت به ای که به مروم هم از ظاهر باشه؟ بسیاری وقتا، بعضی وقتا نمیخوایم غرضش بگیرم، برای ازی که بعضی جای کامنت شنیدیم مثلا بعضی مردم انتقاد گرفتن که اوه خواندن هم از ظاهر حالا میخوای تغییر بده اگه یک چیزه که برای ازی که هم از ظاهر برای مردم بخی یک چیز مخصوص است، یک آیکان یا یک خواننده بسیار به خصوص دوست داشتنی مردم است که بسیاری نمیخواین کمو شکل که حافظه شان است و یک کمک تغییر بخوره اطور کم 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 تو میشه. اما قدر خودم هم در موسیقی و قدر بسیار دسترسی ندارم که بتوانم رقم این دوستانی اینا امرای پشتوانه راگ و اینا بتوانم اوره آدم یک کمک تغییر بتشه. بسیار خوب، تشکر، زنده باشین آقا صاحب. میشه که کوتاه بگین به کدام سال بود که از افغانستان برآمدین شما؟ ما سال 80 به گمانم که شروع تابستان بود، سال 80 از افغانستان برآمدم. 80 که تقریبا علی یک 30 سال، 30 چند سال میشه که در امریکا هستین؟ یا تقریبا 38 سال شد، 37 سال شد، یک سال پاکستان بودم، 37 سال است که امریکا هستم. امریکا هست. فکر میکنم اپریل بود که در امریکایی خونه شده انتحاله اولا نه او رو نظر به ضرورت به خدا، یعنی 30 سال است، سال نه یک چند روز میشه که خواستین که امو پروسه سیتیزنشپ یا طبیعت طبیعی او رو از خاطر مجبوریت و سفر و تور و اینا که بخوایم میسونسون برم. ما بیشتر سوال ما مربوط به این که مثلا با فرهنگ و عنانات امریکایی خود زیادتر احساس آرامش میکنین و یا ای که نوز هم امو افغان هستین که با مو فکر و مفکوره افغانستان که در سر و هوا دارین با مو زندگی میکنین؟ والا ما نمیفهم از این خوردی و اطور کنجکاوی از این قصه نبودم که من مثلا این نشنالیستی یا ملیت پرستی یا قوم پرستی هیچ در درونیم نیست. بله. عمل خوب، کار خوب، خدا کنه امریکایی باشه، خدا کنه افغان باشه، خدا کنه یهود باشه، خدا کنه روس باشه، خدا کنه هرچی باشه، هرچی کرکتر خوب است، پارت زندگی آدم باشه خوب است. اما در دل موتور که سیتیزن امریکا شم از این بیست خوردی نبود. یک قصه درونی بر افغانستان همیشه بود در درونم. یعنی تا حالا یکان دفعه که بعض رفیقا و آشنایم گپ سخن میخیزن، هنوزم فکر میکنم که مسافر هستم در امریکا. اینطور
چیز نشده، هیچ نیست در درون من میخواستن ایز هنوزم تشنه دیدار وطن اما امو چیز هست ها دیگه، او نمیفهم که چیز و دست خودم هم نیست دیگه. کامل زنده باشین، تشکر. بیننده های عزیز، وقفه کوتاه میگیریم در این بخش از برنامه، اما فراموش نکنید که صحبت های شیرین در مورد کارکرده و دستاورده تازه سید عمر عزیز ادامه دارد. پس دوباره بعد از یک وقفه در خدمتتان قرار میگیریم. خوش آمدید بازم با رامی توتی باز است. اینجا در استودیو مهمان بسیار عزیزی را از دنیای موسیقی با خود دارم، سرمایه موسیقی افغانستان آقا صاحب سید عمر نازنی. ما آقا صاحب بیشتر فکر میکنم که برتان میخوانه، وقتی که میگم آقا صاحب تو بسیار راحت احساس میکنم. بیشتر میشنه این آقا صاحب رفتن زیاد میگن، ولی از من خدا بخش بابیم جوانی های خود اینا امرای مردم بسیار سر این موضوع جنجال داشت، نمیخواست که آقا صاحب بگوینش. خو یک چیز است. خدا شما چطور راحت هستین؟ خوش دارین بشنیم؟ کت شهادت کردیم والا دیگه دکتر، چیز نیست. یعنی آقا صاحب خب حساب معنای اصلیش که آدم بره چیز از رسول الله صلی الله علیه و آله یک قصه داره. ما کاش که سزاوار از او چیز باشم که تر که با او ارتباط پیدا کنم. اما بیشتر مردم راحت احساس میکنن وقتی که شما را آقا صاحب میگم. من خودم کمواره شما را میبینم و همیشه آقا صاحب گفتیم حالا به مو خاطر قسم ریش سفید اینا زیر تاثیر میمونه. والا نه نه نه، ما بدون از وام از نگاه ارزش معنوی و ارزش انسانی شما لایق شدار این از دید من. البته دیگه وی که شما را امروز در برنامه دارم بازم جای بسیار خوشی است روی کارکردهایتان و قصه های بسیار خوب را شما داشتین پیشتر در مورد مرحوم احمد ظاهر و همین زندگی که چطور موسیقی را شما آغاز کردین. بیاین که از او زمان بگذاریم پس بیم در زمان فعلی. در مورد ازی بگوین که برنامه هایی که آل در نظر دارین بعد از یک وقفه طولانی چی خواهد بود؟ بیشتر میخواین که کانسرت ها را ادامه بتین، میزیک ویدیو و یا که کلیپ های هنری را بسازین؟ والا هر دویش در نظر است. برای از اینکه چیزی که در کانسرت است او رو نمیتونین در ویدیو، برای از که سنت حال مردم و حال خود آدم یک کیفیت بیخی به خصوص خود داره، اما در قصه تهیه کردن ویدیو ها و کلیپ ها هستم شدید و ضرورت هم هست، چون هر خواننده از خود یک اثر باید پشت سر خود بانه یک چیزی باشه که از خودش باشه، که مربوط خود شما از خودش باشه. خواندنهای خودم دارم، چندین خواندن دارم. یک زمان آهنگ بسیار خوب شما که روی زبان ها بود به نام دختر زرگر بسیار مطرح شد که از یک البوم بلکل که از یک البوم خوب بود. او البوم میشه در موردش معلومات بتین کدام البوم بود، کمپوز و یا اشعارش از کیا بود و در پالی ازی مثلا اگر آیا پس دوباره شروع بکن با مو آهنگا با مو شکل ادامه میتین و یا که شاید کارهای متفاوتی داشته باشه. سیدی به نام دختر زرگر به مون نام یاد کردنش هست. خب ای جان قاسمی خدا انجل جلو هر جایی که باشه خوش آرام باشه، یعنی یاد کردن سبحان الله دیر جگاه یعنی فوق العاده یک انسان خوب و دوست داشتنی و آدم شریف و نجیب و بسیار بسیار دوست خوب، واقعا مرد خوب است و خوب کمپوزر ماشاءالله، در مسلک خود در کار خود استاد است، هنرمند فوق العاده خوب. و یادم میاد که وقتی گیر جور میکردیم و اید جان آمد از کانادا و امرای مو سنتسایزر خود در اپارتمان ما ایتور 8 ساعت 9 ساعت میشیش پشت سر از و بیخی دل ما برش میسوخ، میگفتم و اید جان بخی که برایم یک قدم بزنیم یک چیز بخوریم. اینا کار بسیار فوق العاده، یعنی حداقل از او سیدی یعنی تمامش خوب است، یعنی 4-5 خواندنش بیخی فیوریت ما است. یعنی یکی می بسر هوایی و در دل هوس ندارم. آها چی آهنگ یعنی راستی فوق العاده خواندن است. بله آقا صاحب، امکان داره که نمیجم او آهنگ بسر هوای شما را که مطلعیش است کوتا بر ما زمزمه کنیم؟ بله خدا کنه بتانم، امی هوایش آمده نیاز است که بشنویم. با خدا کنه بتانم بسر، برای اینکه گلون ما موگار است و کوشش تانه کنیم. و اومن وقتی که خواندن آدم میکنه باید خود یک ذره گرم بکنه. خب کوشش میکنم. بسر هوای و در دل هوس ندارم من، ز بس که هیچ کسم
هیچ کس ندارم من. میبینین آواز میمانه، هنوزم خوشایند است. در این چمن به هوای گلاشیان بستم، در این چمن به هوای گلاشیان بستم، چون دلی بجاز خار و خس ندارم من، زبس که هیچ کسم هیچ کس ندارم من. متاسفانه نمیشه بدون واقعا خوشایند بود، تشکر. از من یک جنجال دارم، پیش از خواندن تقریبا حداقل نیم ساعت 40 دقیقه باید گرمکاری بکنین گلونتون. آخه برای اینکه گلونم جنجال پیدا کرده که کت سر، یعنی سر سر نمیخوره، چیز نمیشه. باز کدام کدام پرکتیس خاص را میکنین و یا به شکل ولی کمک برای گرم کردن آواز مخصوص یک پرکتیس خاص است؟ بله، که از پردای پایین ارمینیا شروع میشه، باز آدم بالا میره، اتر پشت پشت آستا آستا او را چیز میکنین تا که گلون آماده میشه و گوش میکنین که آستا آستا اتر چیز میشه. عجیب است، همین خوانندگی بسیار عجیب یک مسلک است. مثلا امروز پرکتیس کردین، گرمان بسیار خوب، کل چیز خوب، صبح که از خواب میخیزین وقتی که میخوانین میبینین که بخیر، پس باید از صفر شروع کنین، پس باید از سر نیم ساعت یک ساعت چنان وقفه که میاد در بین من نمیفهم خودم این عضلات گلون اینا پس خود چیز میکنه، باید پس خود برای نیم ساعت یک ساعت آماده بسازین که تا بتونین بخونین. از من مترس، من نمیفهم دیگرا رو چی رقم است. یک وقت که جوان بودم فکر میکردم کمپوز اول است شعر دوم است، لکن حالا بریم شعر اول است کمپوز دوم است. کمپوز اول شعری خوب باید شعری باشه که امرایش چیز پیدا کنی، یک ارتباط روحی پیدا کنی، معنی خوبم داشته باشه به این معنی مثلا. و اکثرا شعری که اون طرف ارتباط پیدا میکنه شعر عارفانه باشه، بخی مطلق طرفدارش هستم. برای اینکه دمو همون سالایی که دور بودیم به حساب درون از این قصه داخل شدیم، امیر یاد گرفتم که هر مقبولی را که انسان به او جلب میشه یا جذب میشه اصلا از خداوند جل جلاله است. پس چرا امور آگاهانه برش آدم نخوانه؟ اما طور که مثلا میگی شد زخمت خانه سودا دلم، مثل که برای خودش میگی دمو سحنی کنسرت اکثرا دمو حال که میایم اما طور میشه، وقتی که دمو حالات خود میرم مثل که خداوند جل جلاله پیش رویم است، برش میگم شد زخمت خانه سودا دلم، در طلبت رفت به هر جا دلم. بسیار خوب، موضوع بسیار خوب را اشاره کردین که بیشتر میگین در نظر دارین که اشعار خوب را انتخاب کنین، معنی خوب داشته باشه و یا به شکل عامیانه بگیم بسیار اشعار باشه گرنگ باشه. در اواخر کارهای هنرمندای دیگر هم حتما تعقیب میکنین، از جوانا و کسایی که مثلا بیشتر آهنگ با علاقمندای خود تقدیم میکنن، چی فکر میکنین این هنرمندایی که تازه با بازار آمدن و کار میکنن زحمت میکشن، از اینا مثلا کدام کارهایش شما تعقیب میکنین؟ یک تعدادشان تا جایی که دیده میشه شاید که بالای شعر رو قدر تاکید نداشته باشن، روی خود ویدیو و یا موسیقی بیشتر کار میکنن. از دید شما چیگونه است این بازار گرم موسیقی حال را چیگونه ارزیابی میکنین؟ ولی کمک جنجال است موسیقی، خود موسیقی افغانستان که ببینین فکر نمیفهم که کمتر از 100 سال باید شوه. اونطور به حساب فولکلور یا خواندن محلی مطمئن هستم که در هر مملکت در هر جای کت یک دانه تنبورک یا کت یک دول یا زیر بغلی یا یک چیز به حساب ردم بل. مردم همیشه موسیقی بوده، لکن در افغانستان استاد قاسم فکر میکنم از زمان امان الله خان اینا یا شاید چیزی کم پیشتر از او یک کسی بوده باشه، ما آگاه نیستم. خود موسیقی افغانستان عمرش کم است، موسیقی ما زیادتر زیر تاثیر هندوستان است. برای جوانای زمان چیزهای بسیاری خواندنها و چیزهایی را که میشنوم، بعضی شعرهایش خوب است، لکن میبینی که خود خواننده که تزو شعر خودش آوازش یک جاست نمیخوان. آواز هم خیر بسیاریشان بسیار با استعداد چیز هم هستن، لکن امرای مو شعر نیستن، اینطور امو حالت احساساتیشان امرای زو شعر یک جای نیست. مثلا خواندن خواست نام آدم نمیتونه بگیره، یعنی فوق العاده بچهای جوان هستن ماشاءالله، نام خدا با استعداد اینا هستن،
اما اگر همین رقم دوام بکنه چی فکر میکنین شما؟ آیا به شکل و یا به رای خوب رایی هستیم؟ با همه روزه میبینیم که یک هنرمند دو هنرمند از داخل افغانستان بیرون از افغانستان رو میاره به موسیقی شروع میکنه، دستاورد داره بلد. اما کیفیت شاید کمتر باشه. بله جنجال همیست، یعنی آدم باید پیش خود بشینه یک چرت بزنه که چرا میخوانم، خواندن چی؟ امی کل پیش خود اینطور که آدم بشینه و بخوانه حالت خود ببینه، باید پیش خودم دلیل برای آدم ثابت باشه که با چی دلیل میخوانم، چرا میخوانم. حالا مثلا از اون خاطر من مثلا شخصا شعرهای صوفیانه شور میته درون من و کتز و ساز ارتباط پیدا میکنم، از این دلیل است، چون قصه فامیدیم، قصه موجودیت خود، دلیل موجودیت خود بر روی زمین، پس برگشت و کلی دی قصه و مقبولی های روی زمین و خرابی های روی زمین، همونطور که دو صفت مختلف در انسان وجود داره اینا رو دیدیم. برای من دلیلش ثابت است، وقتی که میخوانم مثل که یعنی رقم هندوستانی ها اینا برای من شکل مذهب نداره، لکن وقتی که مثلا میگم شد زیغمت خانه سودا دلم، وقتی که برای زون میخوانم در اون حالت هستم، برای من کیفیت درونی دست میده و او رو مردم حس میکنن. وقتی که او حالت برادم دست میده، خود به خود چون دل به دل را داره، مش شنونده تو هم که تا یک جای دمی قصه شامل میشه، از خاطر یک مزمه. یعنی در درون افغانستان ما فکر میکنم برای جوان ها یک کمک در درون شعری که مثلا برای یک دختر باشه که به جنبان و برخصان و وای تور کو زلفکای تور شدک، اگه تنها اوتور یک شکل یک دختر برای آدم یاد آدم می، فکر میکنم اصلی دلیل امو چیز گم میشه. اینه من مثلا براتون یک حدیث بگویم که ارتباط پیدا میکنه و میگه مثلا حدیث تو راست که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه وقتی که ذکر خدا را میکنین مثلا سبحان الله، یعنی کلمه سبحان الله که از دهان ممیال برآمد، این برای همیشه در فضا میمانه، هیچ گم نمیشه، هیچ کس نمیشنوه، لکن در فضا همیشه است. اما گپی که باز برای خدا نباشه، ذکر خدا نباشه، پس مفت از اون خاطر بسیاری خواندنا و اینا را که ببینین یا اشعار را که ببینین مثلا حافظ یا مولوی یا سعدی و اینا، برای چی گپاشون تال خوشایند است برای مردم؟ برای زی که یک حالت روحیه که ارتباط همراه خدا داشته درون از اونا بوده و او برای ما و شما فطرتاً پسندیده است. حتی کسایی که نمیفهمن شعرهای مولانا را که به انگلیسی ترجمه میکنه، حتی این مردم زیر تاثیرش میرن، چون همون کیفیت در درونش هست، کیفیت. پس آقا صاحب، پیام شما و یا گفتنی شما با این همچو آوازخانه‌ای که از خود دو چیز هست اکچولی، ببخشید امیر جان، یکی که خود فن موسیقی را یاد بگیرن، رقم ماوری از خود چیز نکنن، برای اینکه یک خروار باریکی داره که میتونن حالا مثلا طفلای هندوستانی 10 ساله 12 ساله 9 ساله اینا را دمی شوهای مسابقه هایشون که آدم میبینه، یعنی یکان دفعه خودم گریانم میگیره. بله سبحان الله، وقتی که میبینی که او اصلا در اون خانه تولد شده، تقریبا 9 سال یا 6 سال، مثلا 9 ساله یک طفل است، 6 سال یا 7 سالی درس موسیقی در درون خانه چیز کرده، اول موسیقی را اگر چیز میکنه، اول موسیقی را یاد بگیرن با اصولش و درون شعر، برای اینکه چون دو تا اگر میخواین کلاسیکال باشن، خونه میری یک آلی موسیقی رو میگیری و او رو به شکل کلاسیک میزنی، یعنی تنها آلی موسیقی. اما اگر میخوایی که غزل بخوانی و خواندن بخوانی، شعرش یک کمک چیزی باشه، یعنی تو شعرهایی هست که مثلا برخصان و بجنبان و امام یک شکل مقبول داره، مثلا خدا بخش و مزایر جان یک خروب خواندنا داره، اما یک مزه داره درون خود، یعنی با احساس خوانده شده درست؟ یعنی خواندن وقتی که میخوانن ثبت میکنن، باید بشنون نفرایی که امی استعداد دارن که چطور میشنون، میگن نه اینمی خواندن مزه‌دار است، اینمی خواندن نیست. مثلا در امریکا میکاره میکنن، در هندوستان میکاره میکنن، خواننده که ثبت میکنه میشنون خواندن میگن خوب است، کل چیزش درست است، سر است، لکن خودت میگه کانکتد نیستی هم رایزی خواندن. بیشتر هنرمندا و آوازخوانایی که تازه کار هستن در یه آخر دیده میشه که روی خود ویدیوی آهنگ زیاد زحمت میکشن، با جست حرکات، با لباسهای مختلف، با اینا. فکر میکنین که اگر یک تعدادش کوشش میکنه که موسیقی خوب بازار عرضه بکنن و پس دوباره بیننده مصروف خودمی ویدیو ها میباشن و میشنون و میبینن، این چقدر میتونه که برای هنرمند هم فایده داشته باشه یا با نقصش تمام شه؟ اگر کل موضوع به حساب دیدنی و شنیدنی و کلش امرای هم دیگه ارتباط پیدا کنه، چیزی مزه‌دار میشه. مثلا یک ویدیویی را که از افغانستان، من خود زیادم نمیبینم راستش بپرسین،
مصروف کار بخوره، یا اکثر اوقات یا کلاسیک هندوستانی یا مهدی حسن یا محمد رفیع ایتر گاهی گاهی میشنوم، مثلا از بگمارم سیتا قاسمی است، یک ویدیو به نام سکوت. بله بله آه بله سیتا قاسمی بسیار بسیار مقبول ویدیو، امی رقمی که خودشی سیتا جان اکت کده، رقمی که ساوندش است، ریکوردنگش خواندن، گرچه کپی هندوستانی است اوش مهم نیست، شعرش بسیار مقبول است، یک قصه گک داره، یعنی I was impressed. مثلا اینطور دیگه ویدیو هم هست که خوش آمده، بسیار چیز داره بس. کار شده سرش چیز است، یعنی کلش باید که تک دیگه ارتباط مثلا بسیار ویدیو ها رو میبینین، دختر بچه میخوانه، روی بچه اوسون است، روی دختر ایسون است، لکن خواندن عاشقانه است، هیچ کدام ارتباط که چی میگن امی صحنه، یک سناریو و یک داستان هیچ وجود نداره، هیچ که تک دیگه نمیخوانه. به نظر من اینا خلاص، اینا باید سرش کار شد. حالا مثلا مرا خودم یادم است که از مکتب استقلال رادیو تلویزیون آمد برام ویدیویی که باده خالی است، من چون صنف من در سر دروازه مکتب بود، هر دفعه که دو دفعه که آمدن اینا رو دیدم که محتر آمد و نمیخواستم برم، از صنف اجازه خواستم بنام تشناب خدا پود کردم تا که آمد و که آمده بودن پشت من که سید عمر در صنف نیست، بالاخره باز من در صنف کیمیا در لابراتوار بودم، گیر کردن و بردن، فقط بردن و استاده کردن که بخی ای خواندن لپسینکو، من لپسینگ نمیفهمیدم، برای من کسی یاد نداد که تو چی رقم اکت کن، چی رقم استاده شو، بخی بخوان. اکثر خواندن های افغانستان و وقتی که ببینی فقط خواننده بوت بامیان مور استاده استک و میخوانه. یک آمد زایر جان که بیشتر امکانات اختیارش بود باید خواست که از این طرف امریکا و دنیای غرب و اینا آشنایی داشت، اینا یک کمک چیز بود، سر زکر از اون بسیار ویدیو استاده است، فقط یک کمک کتش و خوب استعداد رقص و اینا رو هم داشت. دیگه اینطور یک ارتباط دارد، خود خواندن، خود شعر خواندن، مود آهنگ امرای ویدیوی رو که جور میکنی این کلش باید که دیگر بخوانم، یعنی من که یک دفعه چرت میزنم که اگه کدام ویدیو جور کنم ای تو چرت میزنم که عمر چی رقم یک ویدیو جور خواهد کرد، کتزی قواره و کتزی استایل اینا چی ایت انوز نمیفهمم چی رقم خواهد کردم. نه مطمئن در هر نقشه که ظاهر شوین، اگر با چه فیلم هم باشه آقا صدقی مطمئن باشین که نتیجه میتن. ببین اوش نمیفهم، یکانه چیزی که در کلمه برای ویدیو جور کردن برای خودم اتوا میخواستم برای ارسلان جانم بگویم که اگه شاید میجه یک ستنگ لایف باشه که لایف بخوانم، لکن پروفشنال، رقمی که در پروگرام توتی شد خوب اونجا چون نیمش کنسرت و نیمش اینطور چیز بود، اگه تو یک تنها خلوت باشه، یک آدینس محدود، شنونده محدود باشه که آدم بشینه و برای ریکوردینگ لایف بخوانشه، برای که در خواندن که حالت نبیاید سر خواندن او برای مردم نمیرسه، احساسش گم میشه، مگر اینکه آدم زیاد کار کنه. نمیفهم، مثلا شنیده بودم که یک ویدیوی مایکل جکسون یک سال تقریبا 30 نفر کار میکرد سرش که یک کلپ، یک کلپ چند دقیقه‌ای مثلا سال. مردمای تاپ پروفشنال امریکا کاملا. از هنرمندا یاد کردین، از سیتا قاسمی شما نام بردین، اگر نام ببرین از یک دو سه هنرمند که در اواخر شنیده باشین کارش مثلا شما تمجید بکنین، کیا خواهد باشه؟ ظاهر جان باختری کارایش خوشم، خودش خواندنش آوازش، از بچهای جوان ماشاءالله جمشید سخی بله، هم خواندن استاد خوانده بسیار بچه با استعداد، بسیار مثلا مصطفی صوفی بله، مثلا ولی جان فتی علی ماشاءالله، اینا کلگیشان کلگی بچهای با استعداد، یک تعداد دیگه هم هستن چون من متاسفانه زیاد نمیبینم بله ویدیو ها، اینا رو معذرت هم میخوایم از این بچه. از این دختر خانمایی که مصروف کارهای هنری هستن کدامش شما کارهایش بیشتر میپسندین؟ والا زیاد همونطور که پیشتر سوی جان گفتم زیاد ساز نمیشنوم، ساز افغانی کمتر میشنوم، شبانه مهریار یعنی با استعداد دختر است، خود فامیل هنرمند بزرگ شده، پدر مادر هنرمند، از این خاطر اکثر هندوستانی ها که میبراین در جوان 16-17 ساله بیترین خوانده دلیلش هم چرا شبانه مهریار؟ به چی دلیلی؟ والا هم صدای رسا داره، هم سرو، هم با بسیار دختر با استعداد، پتانسیل چی میگن یک استعداد. صدای رسا هدفتون چی است آقاسه؟ مثلا کدام نکات را میخواین در مورد شبانه مهریار یاد بکنین که از دید شما قابل ستایش است؟ همین در انگلیسی که مثلا صدای پاور این خدا بخشه آمد زایر جان استایلی که میخواند، مثلا در پردهای بالا که میرفت یا به حساب اصطلاح چیز که انترک میگفتیم، توانمندی آواز، قدرت آواز،
و سر و مزه و اثر مثلا سیتا قاسمی خوب است. بله دیگه اینا بسیاری شانه والا متاسفانه خدا کنه قار نشن از پیش من. نه نه واقعا نامشانه نمیفهم، یعنی هست، یعنی ساز بسیار زحمت کار دارد. قراره که معلومات دارم وقتی که در هندوستان بخواین شاگردی کنی حداقل 4 یا 5 سال، روز 8 9 ساعت، هفته 7 روز شما مصروف از این کار هستین برای 4 سال. بسیار مشکل یک کار است. مثلا یک ساره برای شما مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه بسیار حوصله میخواد. یک آدم که متر شوق نداشته باشه امکان نداره از این مسلک کامیاب بره. زنده باشین هموطنان عزیز. بینندگان گرامی، فقط با وقفه کوتاه ما گلاس های چای خود را تازه میکنیم، پس دوباره برمیگردیم و بخش آخر برنامه را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. با ما باشید، جای نرید. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، خوش آمدید باز هم یک بار دیگر به برنامه توتی باز از تلویزیون جهانی توتی اینجا در شهر واشنگتن دی سی. مهمان برنامه ما سید عمر، هنرمندی که واقعا همتان دوست دارین. ما هم امروز جای افتخار است که در پهلوی ما هستن و صحبت های بسیار شیرین و گرم و خوب را با ایشان داریم. آقا سید، خدا کنه که خسته و مانده و زلن نباشید. الحمدلله اوکی سید، صحبت ها تعال کدام چیزی را ما فراموش نکردیم. فضای خوب، بسیار خوب، کامرمان های بسیار خوب، لایت های خوب، بسیار کلش مقبول. شما زنده باشین، تشکر. خب اگر کوتاه در مورد ازی بگین، چون این سوال به خاطر پرسان میکنم، یک تعداد از هنرمندایی که واقعا سالهای زیاد زحمت کشیدن، مردم کارشان تقدیر میکنن، میتونن بگن که یک الگوی خوب است و یک راهنمای خوب هستن. این سوالم به خاطر از شما پرسان میکنم که شما هم به مو موقف قرار دارین که یاد بکنین از یک دوسی هنرمند هم از داخل افغانستان هم از بیرون از افغانستان و کارهایش بگین که شما مثلا کی را خوش دارین. چون اگر قرار باشه که یک کسی بگه که ما فقط علاقمند سید عمر هستم، اما شاید بخواید بدانه که سید عمر کی را میشنوه. بله بیشک درست است. یعنی از خواننده‌های افغانستان که ماشاءالله زیاد هستن، زلاند خدا ببخشه، مثلا احمد ولی، احمد زایر، ناشناس، اینا کلش پیشتازایی بودن که از اینا یاد گرفتیم به حسابش، شنیدیم و خواندنهایشان را خواندیم. مثلا خواندن یا فرهاد دریا، کسای دیگه مثلا اختر شوکت، ماشاءالله یکی از بهترین خواننده‌های افغانستان. دیگه از زایر وایدا مثلا خواندنهایش خوشم میاد، خود کاراکترش، و خوشنصیب بودم که زایر وایدا را از نزدیک دیدم در ویرجینیا. یک چند شام هم رایش تیر کردیم. همونطور که آدم دوست داشتنی و ملنگ و فقیر و خوش صحبت و ماشاءالله بسیار آدم فوق العاده بود. یعنی یکی از پروگرام ها یادمه که شلا شدم که شما زهر جان بخوانید، شلا خودت اول بخوان. بازم خواندن خودش، خواندن کمپوز با گمان محمد رفیسی رو به فارسی خواندم، بروی ترک که ترکی تو ستمگر کردم، این از پیشم خواهش کرد که بخوانم. او را خواندم و اینا باز آمد از گلون ماش کرد، گفتی خواندن فوق العاده. خب از او خاطره خوش دارم. مثلا از خواننده های غیر از افغانستان، مثلا بهترین برای من یا گفته چیز نمره اول خواننده که در زندگیم است مهدی حسن است، که یعنی از او که هیچ کس خوش ندارم. بعد از محمد رفیع و که خواندنش اکثرا در خوردی میشنیدم، اگه یادتان باشه در افغانستان ریکاردایش بود، رادیوهای کتکتا چه خوب ساوند هم داشت. والا خواندنای محمد رفیع رو گوش میکردم. خدا بخش از استاد سراهنگ باشه که یک 60 70 سال ما گذشتانده باشم در افغانستان. از دورای ما اگر میگین، ما از از بچهای از این کاستای فیتک که میگفتن از این دور هستم. شما از دور هستین. ما دیگه خب ریش سفید چی میگن، شوخی کردم، نوانگر چی میگه، دردمند ایم و خبر میده حد از سوزی درون دهن خشک و لب تشنه و چشم تر ما دیگه چیز دونرمندای را هندوستان یاد میکرد. مثلا محمد رفیع فوق العاده، آوازش فوق العاده خوش دارم، اثرش مثلا آشا بوسلی،
یعنی برای ما یعنی لتا منگیشکر خود جای خود داره لیکن برای ما بین از دو خوار فیوریت ما آشا بوسلیس عجیب یک صدای عجیب و غریب یک توانایی عجیب و غریب در خواندن داره دیگه از خواننده های امریکایی مثلا مورای کری دورای سابق عالم خواننده هستن فوق العاده اینجا دیگه بازم میدی اصلا خواننده فیوریت ما است اینطور کلاسیک هم میشنوم از استادا و اینا رو مثلا از سیتار نوازا مثلا از استاد سرانگ بزرگ چطور از استاد سرانگ خدا اون جلیل ببخشش خواندنش میخوانم بعضی خواندنش که زورم میرسن یعنی یکی از خواندنش میخوام یاد کنم بله امی خواندن جان خراباتم یا خواندن خراباتم یا خرابات بله که در رادیو خوانده است و خصوصا سبت رادیو ایزی او رو که به دقیقی که گوش میکنین هم استاد سر حال بوده هم مزه آمده هم ای کمپوز فوق العاده است و همی شعر از بیخی دیگه از او شعرهای که یعنی خواندن در تاریخ افغانستان فکر نکنم که دیگه تکرار شود هیچ امکان نداره کسی دیگه پیدا شود که بگه اینی خواندن ازی از جان خراباتم کده بهتر است هم از نگاه شعر هم از نگاه کمپوز هم از نگاه رقمی که استاد خواند یعنی برای من در تاریخ در کل موسیقی افغانستان این خواندن نمبر 1 است بسیار زیاد تشکر در لحظات اخیر برنامه هستیم آقا صاحب فقط میخوایم که یادآور شوم با دو سوال کوتاه اگر قرار باشه که روز شما پس دوباره تولد شوین در زندگیتان میخواین پس دوباره سید عمر باشین یا کسی دیگه ولی اونو باز به دست خود آدم نیست انسان خب این خب بخیر مطلق میفهمه مطلق یاد گرفتم بسیاری مردم یگان وقت بعضی وقتا مشاجره میخیزه که نه برادر به اختیار خود آدم است اما اصل حقیقتش براتون میگم به اختیار خود آدم نیست خدا اون جل جل مثلا مثال براتون میتونم اگر آدم بخواد پیغمبر شود خدام چه که انسان هاست که خواهش داشتن پیغمبر شوند یک تعداد مردم هم اینجا دعا کردن اما خداوند رسول الله صلی الله علیه و آله دعا بین از مردم انتخاب کرد اورم در 40 سالگی مثلا احمد ظاهر من یه آخر وقت بچه هستیم پشت سرش روان بودیم خوش داشتیم شهرتش خوش داشتیم کل می مقبولی آوازش کل استایلش کل چیزی داشته باشیم لکن احمد ظاهر است هر کس خداوند جل جلاله بم رقم خودش آفه. اگر به اختیار به دست من می بود شاید که بعضی چیزها را تغییر می داد و روز هم میشه که سید عمر دیگر وجود نخواهد داشته باشه چون شما به ذات خود هر انسان هر انسان بله هم مثلا حیدر جان سلیم یا مثلا احسان جان امانی احمد ولی یا کلگی هر کس یک هر گلی را رنگ و بوی دیگر است و یک چیز از یادم نره که هر انسان از خداوند جل جلیلو یک آیت به خصوصش داره هر انسان خدا کنه که نمیفهم 7 بیلیون شاید زنده باشیم آله که بیلیون ها تیر شده هر انسان خداوند جل جلیلو یک چیز به خصوص از خود به او داده و او دیگه باز به دست خودش است که کیره در کجان طرف روان میکنه در کدام رشته یکی اینشتین میشه یکی احمد ظاهر میشه یکی استاد سرانگ میشه یکی جانی میشه رقم نام نمیگیرم کریمینال هایی که در روی زمین هستن اینطور قصه وجود داره اما به دست خودم اگر میبوده امکان داشت که چیز شوه پس سید عمر باشین درست؟ امو خود آدم ها حالف کتزمی عادت کرده کتزمی آماخته شده بسیار خوب تشکر نیست سوال آخر میخوایم از شما پرسان بکنم همواره مردم میگن که واقعا صدای بسیار شفاف رسا دلنشینی را دارین یکی از علاقمندایتان و یکی از خاطرهایتان بر ما بگین که کسی به خاطر این صدایتان عاشق شده باشه که یک کار را انجام داده باشه چی مرد چی دختر مثلا مهم نیست اما یک کار متفاوت را انجام داده باشه که شما واقعا بگین که من راستی یک صدای متفاوت دارم وقت یک کدام خاطری در فکرتان است و یک کدام سرگذشت دارین؟ اینطور کامنت های مردم از طریق میدیا یا بلد. از اینا شنیدیم که مثلا صدای تو رس و تو رس برای خودم او چیزی که اونا میگن او رقم نیست من پرابلم های خدا دارم او پیش خودم هست تک میفهمم که من یک خروار خلا دارم از نگاه آوازخانی از نگاه سرن از نگاه اینا کلش جنجال این جنجال هاییست که خودم میفهم دارم خو خیر لکن آواز خود آواز شنیدیم اما یک نفر نامش رو نمیتونم بگیرم ای مرد است یا زن؟ زن است خواهم ای زن است و ای در بگمانم صنف هفت مکتب بوده ما که مکتب استقلال ملاله ایتر چیز بودن بله
کنسرت ها و اینا بوده. این همراه دختره همه خود اینا آمده بوده در کنسرت من. او را در این آخرها چون فیسبوک برای دفعه اول که یک سال پیش واری شده یا چه خواه پیش که فیسبوک به حساب واز کردم یا چیز کردم در او فعال شدم. این آدم به همراه من ارتباط پیدا کرد و برش بشار یک احترام عجیب و غریب هم دارم. و وقتی که قصه خود برای من کرد هر دوی ما گریه میکردیم بلا که چطور باعث یک انسان ایتور یک قلب یمو لحظه که در کنسرت مکتب استقلال آمده بود امو سنف هفت یه اونمون جا که عاشق صدای ما شده بود تا حال همه دار و برای بسیار وقت پشت میگشت در فیسبوک ها و همراه برادر مینا یعنی همین قرار چیزایی که شنیدیم که همراه مردم تماس گرفتیم اینی یگانه کسی است که گفته امریکا stands out ایتور از اون زمان تا از کلگی کده از کلگی کده زیادتر اما ایتور زیاد کامنت نشتم که صدایت پرتاثیر است صدایت خوب است صدایت ایتور است اما خودم میفهمم که چی جنجال دارم داد خداوندی است همه چیز که است به شک کل اصلا مقبولی کلش از خودش است سر کیفیت امو کیفیتی که دو صحنه رخ میده کلش چیز خودش است اصلا مقبولی خودش است اینجا ظاهر میشه و خودش هم اکتیو است مثلا مثال وقتی که یک مادر میبینین که طفل مهربانی میکنه او را به شکل مادر و طفل دو جسم مختلف نبینین اصلا خداوند جل جلاله اونجا فعال است اونم لحظه یعنی عمل نیکی که از هر انسان سر میته عمل مقبولی که از هر انسان سر میته خود خداوند جل جلاله در اون لحظه در اون صحنه فعال است اونم لحظه خو یا زو این چیزا است کنه سالی که سالی که گم بودیم یاد گرفتیم یعنی گم بودن بعضی وقتا به درد دادم نه راست خوب شد که دوباره پاس آمدین می خوشستیم که شما رو میبینیم بسیار زیاد تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین لطف کردین از تلویزیون توتی یک جهان تشکر که ما اینجا دعوت کردین از مهربانی و لطفتان از سالها ارسلان جان و سلیمان جان و کامران جان و تبسم جان از سالهاست که میشناسم از شما تشکر از کامرمنان از کل شما تشکر زنده باشید شما زنده باشین تشکر با امیده که بیشتر ببینیم تان با آهنگا و آواز دلنشینتان ما و علاقمندایتان همیشه خوش نگه داشته باشید زنده باشید خوش کش کردین دیگه خداوند عمر دراز نصیبتان بکنه لطف و مرحمت کردین تشکر زنده باشین بسیار زیاد همتران عزیز بینندگان گرامی این بود برنامه ویژه ما با سید عمر هنرمندی که همتان با کارکرده و دستاوردهایش آشنا هستین برنامه در اینجا به پایان میرسد آرزو دارم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد منتظر نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان هستیم در جهت بهبود برنامه همیشه بیننده برنامه تلویزیون توتی باشید الله نگهدارتان تا دیدار بعد خداحافظ